أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل شيء لك حلال إن أصل عام، فقط یک استثناء داره و اون لحومه، لحوم و شحوم و جلود که اونم تابعشه، اینا اماره میخواد بر حلیت، اصل حرمته. اماره یا ارض یا سوق مسلمینه یا ید مسلمه در سوق کفار، تا دل علامت حرمت با حلیت باشه. اگر نه، اصل در لحم به استثناء از اصالت الحل عام، اصل در لحم حرمت، معلش همین اماره میخواد لحم، حلیتش اماره میخواد. ها معناش اینه. بله، نه اون، ها اون اصالت الحل لحوم، نه حیوانات. لحوم یعنی المذبوح، یعنی یک لحمی به دست رسیده، ما نمیدونیم این ذبح شرعی شده یا ذبح شرعی نشده. مسلمون کشتتش، اگه تو سوق مسلمین باشه اماره است، اگه از ید مسلم بگیریم ید مسلم اماره است، اما اگه تو سوق کفاره از ید غیر مسلم هم نه، از ید کافر میگیریم، اما احتمال میدیم مسلمون ذبح کرده باشه به ذبح شرعی، این احتمال فایده نداره، اماره میخواد. اما اینکه حیوان زنده اصل درش اینه که قابلیت تزکیه داره یا نه، اون یه مسئله دیگه است. ها مثل اینا، این حیوانا که دلیل خاص نداره، یکی از دو چیزه، یا باید از یک عموماتی استفاده بشه که این حرامه و الا اصحله. چی؟ عدم فعلیت تزکیه. آها، اما اصل عدم قابلیت تزکیه، چی کجاست دلیلش؟ چی؟ اصالت الحل، اصالت الحل در همه جا هست، نه لحوم نه حیوان زنده. ببینید دو بحث ما داریم. چی؟ ها ببینید، ما دو تا مسئله داریم. یه مسئله اینه که این لحمه که مذبوحه و دست من اومد، نمیدونم این تزکیه شده است یا نه، این اماره میخواد. یکی دیگه فلان حیوان زنده که دلیل خاص نداره که این حلاله یا حرومه، اصل اینه که این قابلیت تزکیه داره یا قابلیت تزکیه نداره. چیه دلیل این که لا قابلیت تزکیه؟ اصلح العام، اصلح ظاهرا شیخ تو مکاس تو رسائل یه جایی دارن اینا به مناسبت. خلاصه دو تا مسئله است. بله آها بله، عرض کنم دو تا چیزه، یکی لحمی که دست من میاد، این اماره میخواد برای اینکه این حل، یا اماره سوق مسلمینه یا ید مسلم در سوق کفاره. اما حیوان زنده‌ای که دلیل خاص بر حرمتش نیست، اصالت الحل میگیرتش، اصل عدم قابلیت تزکیه نداریم ما یه همچیزی ظاهرن. اصل حل، نه شک بکنیم در قابلیت تزکیه، اصل قابلیته، دلیل نداریم که اصل قابلیته، اصل حل عام میگیره. چی؟
همین اون حیوانای جنسی یکی از حیوان اون فیله، یکی از این حیوانای گنده تو روایتش که حرامه، روایت داره حرامه، یه چیزی داره شبهی مثلهی از اون ممکنه استفاده بشه، نظائرش حرامه. بله چی؟ نه در یک حیوان ممسوخ خاص، یک حیوان خاص حالی چی؟ حالا اما اصلحل هست، عمده اصلحله. میدونم اگر اونو گفتید عیبی نداره، اما تو ذهنم یه روایت اینجوری داره، تو ذهنم ظاهرش اینه که از حیث بزرگی نه از حیث مسخ. تزکیه است؟ بله چون نه اینکه قابلیت تزکیه بالخصوص دلیل دارد، بابا اصل حل عام. بله آره بله 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 درست. اماره بیا بله حیوان حرام اللحم تزکیه میشه، قابل تزکیه هست. این مسئله دیگه است، بیعم من یستحل در بعضی جزئیات روایت داره، جماعتی از فقها ها، نه همه فقها ها، هم عمل کردن بهش که اگر یه چیزی حرامه اما یک کسی هست در دینش حلال میدونه این را، ما جایزه به اون بفروشیم این را، این ثمنش حلاله. روایت داره بیعم ما یسر در بعضی جزئیات، جماعتی از فقها گفتن خصوصیت نداره اون جزئی، از باب حروم بودن سؤال شده، وقت پس فرق نمی کنه، هر حرامی بیعم ما یستحل، وقت پولش حلاله، پولی که می گیره. فقط من عرض کردم دو مورد را من نمیگم، گردن نمی گیرم، یکی خمر یکی خنزیر، این دوتا به خاطر تشدیدی که در قرآن روایات شده. اما خب ممکنه یک کسی یه فقیه اونا رو هم بگه بی عمه من از سحر. همین راسته، قبوله. اذا حرم الله شیئا حرم ثمنا، اون روایت که میگه بی عمه من از سحر، این تخصیص دیگه، مثبت و منفیه، تخصیص میکنه. بیعم ما یستحل یعنی یجوز، یعنی تخصیص. نه ببینید، یه مسئله سوق مسلمینه، آها معتبر امارت، یه مسئله ید مسلم در سوق کفار، یک قصاب گوش میفروشه مسلمونه تو سوق کفاره، این ید مسلم هم امارت، این محل تسالمه. اما یه وقت نه، تو ارض اسلامه، به قول شما تو یه جاده است، هم مسئله سفره که روایت داره، ارض اسلام محل خلافه. ببینید جواهر و غیرش ها
جماعتی از فقها به این روایت عمل کردن اکشم مرحوم اخوی در الفقه رضوان الله علیه دارن اینو. اما جماعتی هم از فقها جواهر رو ببینید نه عمل نکردن به این روایت، گفتن ارض اسلام اماره نیست، سوق مسلمین ید مسلمین دوتا اماره است. میدونم سوق مسلمین که میگه معتبره ممکنه کفار هم توش باشن، ید مسلم که میگه معتبره در سوق کفار ممکنه باشه، نه اما ارض اسلام آیا این سیومیه که معتبره اماره است؟ این محل خلافه. این روایت ظاهرش اینه که ارض اسلام هم همین حکم را داره، حکم ید مسلم و سوق مسلمین رو داره. اما علا کل تسالم برش نیست. ببینید فقها رو بله این روایات زیاده، یکی و دهتام نیست، اما عمده جواب اینه که مشهور فقها از شیخ مفید رضوان الله علیه و شیخ طوسی رضوان الله علیه بگیرید تا به امروز شهرتا عظیمه اعراض از این دلالت کردن، از این ظهور اعراض کردن. اگر کسی شهرت را کاسر بدانه، شهرت اعراض را که مشهور عملا کاسر دانستن، وقت آب قلیل اذا ورد علی المتنجس مطهره، اما اذا ورد المتنجس علیه یه لیوان آب و انگوشتش متنجس بکنه تو این لیوان آب، نه انگوشتش طاهر میشه آبم متنجس میشه، لیوانم متنجس میشه. خب این دوتا صاحب حدایق و مرحوم فیض، یه سیومم یه فقیهی بوده زمان مرحوم آشق عبدالکریم تو قوم، آقای فیض یک کتابی نوشته راجع به همین مسئله که شما میگید، کتاب چاپی 60-70 سال قبل تو کربلا ما داشتیمش، این به نام الفیض اون کتابو ببینید. ایشون هم فتوا یعنی طبق اون تو اون کتاب میگه که آب قلیل مطهره چه وارد چه مورود باشه، اما میگن امام جماعت بوده تو قم، میگن میگفته خودم به این فتوا عمل نمی کنم، کسی خیال نکنه من دست و لباسم متنجسه طبق فتوای مشهور. این سه تا، یه چهارم یه پنجمم پیدا کنید، وقت صدها فقیه مخالفن. اگر کسی کسر دلالی را روایاتش بعدش هم صحیح هست، همین که فرمودید، اما اعراض ازش شده، اگر کسی اعراض را کسر ندونه خب، اما وقت به صاحب حدایق صاحب وافی آقای فیضی که فیض قمی خدا رحمت کنه همشونو، به اینا باید گفت شما هیچ جا کسر دلالی را قبول ندارید، میگم محل نمیدید به کسر دلالی. چرا محل میدن؟ خود حدایق رو ببینید، من تو بعض این نوشته هام که چاپ شده مواردی مکرر ذکر کردم که همینی که کسر دلالی را در آب قلیل قبول نکرده، نه یه جا، نه دو جا، نه سه جا، نه چهار جا، نه پنج جا کسر دلالی را قبول کرده. خب چه فرق میکنه؟ اگه شهرت کاسر و جابر نیست، هیچ جا باید کاسر جابر نباشه، نه اینکه ده جا بگید کاسر جابره، یه جا دو جا سه جا رو بگید، نه. اون دو دلیل همینه، این روایت آب قلیل اگر ورد المتنجس علیه،
انگشت متنجس کرد تو لیوان آب طاهر. روایت صحیحه داره، نه یکی، نه دوتا، نه ستا، چند تا، که این انگشت طاهر میشه. شنیدم بعضی از فقهای معاصرین گفتن انگشت طاهر میشه اما اون آب متنجس میشه، نمیتونه این آبو بخوره. حالا این نمیدونم این تفصیل اگر درست باشه کسی نقل میکرد. علی کل ما هستیم و مسئله اعراض شهرت عظیمه، نه شهرت عادی. بله بله، وقتی که اعراض شد، اعراض رو چکار میکنید؟ اعراض کاسره یا کاسر نیست؟ اگه کاسر نمیدونید، همه جا کاسر ندونید. و اگر شما پیدا کردید یک فقیهی که کاسر نمیدونه و از اون طرف جابر نمیدونه اما در هیچ مورد عمل نکرده، به من نشون بدید. من تا حالا پیدا نکردم یک فقیهی که کسر و جبر را یه جا قبول نداره اما جای دیگه خودش قبول کرده کسر یا جبر را. بله مشهور همینه. بله عرض کردم. اما اینا چند تا فقیه هستن؟ ده تا نیستن؟ توی در این 1200 سال خدا میدونه چند صد تا فقیه هستن. چرا 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 روایات داره که آب حضرت گفتن نحو کری هادا، یعنی باید کر باشه، اگه قلیل باشه فایده نداره. معارضه، وقت معارض مشهور عمل کردن. بله بله بله، سلام علیکم، بفرمایید. نه ببینید، اینجوری که شما میفرمایید گذشته ها عیبی نداره، اصل اما از این به بعد نکنید، مگه موردی که مطمئن باشید که این نون دست فقیر میاد. شرط تنها کافی نیست، یا باید مطمئن باشید که میخره، یا بنا به قول اینکه اصل صحت اینجا رو میگیره، که به نظر من اصل صحت میگیره، اما اختلافیه این مسئله. یعنی ببینید اگه مطمئنید این مهرو که میدید یا این پولو که میدید اون نون میخره، ولی اون نون رو نخوره بفروشه، اما نون دستش میاد اشکال نداره. اما اگه نمیدونید نون میخره یا نمیخره با این پول یا با این مار، این محل خلافه. اگه میدونید نمیخره که قطعا جایز نی، اما اگه شک دارید، در شک به نظر جماعتی، منم برداشتم همین، اصل صحت میگیره، اما جماعتی حتی از فقهای مراجع فعلی تصریح میکنن که نه، اصل صحت اصل عمل رو نمیگیره، اصل صحت کیفیت عمل را میگیره. یعنی مثلا نماز روزه به کسی میدید، نمیدونید اصلا نماز روزه میخونه یا نمیخونه، روزه میگیره یا نمیگیره، اصل صحت گفتن نمیگیره. اما بدونید نماز میخونه روزه میگیره اما نمازش صحیحه یا نه، گفتن اصل صحت مال اونجاست، اون اختلافیه. خلاصا به نظر من شما اگه مهر یا پول به کسی بدید، شرط کنید که این نون بخره، شرط فایده نداره، بسته به دل خودتون. اگه مطمئنید این نون میخره عیبی نداره، اگرم نمیدونید میخره یا نمیخره با اینکه شرط کردید،
باز به نظر من اشکال نداره. آخرش نون دست فقیر میدونم نون دست فقیر میشه یا این فقیره به یک غنی میده از اون پول میگیره اون غنیه میره نونش میکنه. باید نه ببینید باید نون دست فقیر بشه. در زکات فطره لازم نیست نون دست فقیر برسه، پولش هم اشکال نداره، اما در فدیه و بعض کفارات و اینا باید نون دست فقیر برسه، ولو نخوره ولو بفروشه. بله اشکال نداره اگه اینجوری نیت کنه، اشکال نداره. لازم نیست با این پول بخره، به نظر من اشکال نداره. اما جماعتی از مراجع کتبن نوشتن که نه فایده نداره این. به نظر من اشکال نداره، اما بعضی فقها ها کتبن نوشتن، بعضی فقها هایی که فوت شدن من دیدم نوشتن این کار اجازه فقیه میخواد، اگر نه گفتن حتی اگر 10 دیناری و 2 تا 5 دیناری میکنه جایز نیست، تصریح کردن. یک وقتی در ما هو فقیرون به نظر من، اما ممکنه غنی شده باشه و نون بخوره. یعنی اگه ها نه اینجا استصحاب فایده نداره، استصحاب مال قبل به حالا باشه. یعنی نه این مثبته، این که این فقیر بوده پس وقتی که نون خریده باز هم فقیر بوده، این مثبته، واسطه عقلی میخوره. بله باید محرز باشه که این نون دستش، این پولی که داد بهش نون نخرید، داد به کسی یا خرج چیز دیگه کرد و ذمه‌اش مشغول شد و مادام فقیرن نون خرید. بله من قبول دارم این را قبول دارم، اما محل اشکاله. بله بله نه روغن ماهی نجس نی، چون ماهی نجس نی اصلا، میته ماهی نجس نی، میته ماهی حرامه، خوردنش حرامه. اون مسئله استنجا دلیل خاص داره، اشکال نداره. نه در استنجا دلیل خاص داره که ترشحاش اشکال نداره ولو با ما قلیل باشه، اما غیر اینه که یه لیوان آب انگوشت متنجس رو بکنه تو این لیوان آب، یه مسئله دیگه است. نباشه، 5 تا شرط داره. یکیش اینه که عین نجاست درش نباشه، یکیش اینه تعدی بیش از متعارف نشده باشه. دلیل داره در با اون مال استنجاست، دلیل خاص داره. سلام علیکم، اهلا و سهلا. کتاب مصباح المتهجد الشيخ الطوسي رضوان الله، أدعي بس أدعي مراسيل بالأحكام غير الإلزامية يمكن الاستناد إليها بناء على قاعدة التسامح في أدلة السنن، أما في الأحكام الإلزامية لا، لأن هو الشيخ الطوسي رضوان الله عليه ما ملتزم بما ذكره في مصباح المتهجد للأحكام الإلزامية، يعني للواجبات والمحرمات ما يفيد، بالمستحبات والمكروهات ايه ما يخالف. اي امير المؤمنين قال هذا البيت الشعر امام العبد، اي عبد بن ولد قال انا
مر هذا بيت الشعر هو مرسل شوفوا ما نقدر نستدل به بله بفرمان بله 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 این را عروه داره محل خلافه جماعتی گفتن نه منفعل نمیشه منم برداشتم ظاهرا همین شاید اینجای عروه را حاشیه کرده باشم جماعتی هم گفتن نه ببینید اونی که مسلمه و اجماعیه اگر نجاست اجلکم الله توی آب قلیل افتاد چه بوش چه طعمش چه چیزش عوض بشه چه نشه متنجس میشه اما اگه در آب کثیر افتاد مثل آب رودخونه مثل آب کور اگر طعمش یا ریحش یا این عوض شد این آب متنجس میشه اما اگر جوار بود محل خلافه جماعتی گفتن صرف انتقال ریح متنجس از یک آب متنجس به یک آب دیگه که متصل بهش نیست یا اگرم متصله کره نه این نجس نمیشه منم برداشتم همینی که نه ریح تنها متنجس نمی کنه این همین محل خلافه بعضی به این اطلاق عمل کردن بعضی یعنی یک عده‌ای نه یکی و دوتا و ده تا از فقها گفتن نه باید مطر متعارف باشه نه یه چند قطره چون یه روایتش داره الا جرا گفتن جران از آسمون نمیگن جرا جرا یعنی انقدر زیاد باشه که رو زمین جاری بشه این آب پس چند قطره از آسمون بارون بیاد این چند قطره روی متنجس بیفته طاهر نمی کنه باید بارون قدری باشه که رو زمین جاری بشه اون بارونه که حکم کر را داره و طاهر می کنه میدونم این حرف عروه رو ببینید بله اما جماعت قبول دارن جماعت هم قبول نکردن ایشم خود من برداشتم اینه که نه فایده نداره اگه چند تا قطره فقط از آسمون آب اومد این قطره آب افتاد روی متنجس طاهر نمی کنه شنو؟ الریاء لعله بالشعار الحسینی فضیله حتى الناس آخر يشوفون يتعلمون منه أي على كل شوفوا في تشيع الجنازة في الروايات أكو واحد اللي يروح إلى تشيع الجنازة يري نفسه للميت هذا الرياء هذا المعنى هذا الرياء بهذا المعنى فضيلة مو ما بي إشكال وصلى الله على محمد وآله Thank you.